سلام، فصل فصل تابستونه و یه غذای خنک میچسبه. امروز میخوایم آب تو خیار درست بکنیم، یه غذایی که هم آتش رو از بین میبره هم طبع سردی داره. البته ما طبع سردش رو یه خورده ملایم میکنیم با چی؟ با مغز گردو. بریم ببینیم مواد لازمش چیه. دوستان، تو کانالمون قصد داریم که قوی ترین رسپی ها رو از بهترین رستوران ها و معروف ترین آشپزهای جهان آموزش بدیم. اگه علاقه دارید که این ویدیوها رو دنبال بکنید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و بکوبید رو زنگوله که از ویدیوهای جدیدم با خبر بشین. بریم سراغ آب تو خیارمون که میخواییم امروز یه غذای خنک تگری درست بکنیم. خب، یه دونه ظرف تقریبا نزدیک شاید یک سال پیش واسه آب تو خیار خریدم از لاله جین سمت همدان، که پیشنهاد میکنم حتما برید ببینید. دنیای سفاله، ظرفش خیلی خوشگله. اینو اون موقع به نیت آب تو خیار خریدم که امروز با همدیگه آب تو خیار رو درست بکنیم. مواد اولیه‌مون، توی آب تو خیار از انواع اقسام نونا میتونید استفاده کنید، ولی خب نونای محلی یه حال و هوای دیگه ای داره. ماست چکیده داریم، کشمش، گل محمدی، مغز گردو، خیارایی که نگینی با پوست خورد کردیم، حتما باید با پوست باشه. یه لیتر دوغ داریم به اضافه سبزیای معطرمون که شامل چیان، نعنا، ترخون، ریحون، پونه و مرزه. تقریبا 200 گرم تا 300 گرم باشه اوکیه. بریم اینا رو با هم مخلوط کنیم تا ببینیم آب تو خیارمون چجوری میشه. خب، اول ماستمون رو اضافه میکنیم. حالا ماستی که الان من دارم استفاده میکنم ماست همزده است. شما اگه از ماست معمولی استفاده میکنید، ماستتون رو هم بزنید که ماستتون بافتش یه دست بشه. بعد خیارایی که از قبل خورد کردم با پوست، حتما خیارتون باید با پوست باشه، بهش اضافه میکنم. دوباره یه همش میزنیم. به به، چه رنگ. خب، حالا گردوهایی که خورد کردیم، گردو رو به خاطر طبع گرمش اضافه میکنیم، چون این غذامون تقریبا طبعش سرده. با گردو و کشمش سعی میکنیم یه خورده گرمی بهش اضافه کنیم. کشمش ها رو توی آبکش بشورید. آبش که رفت اضافهش کنیم. خب، عالی شد. حالا نوبت سبزیامونه. سبزی ها رو زیاد ریز خورد نکنید، یه خورده باید درشت بشه که جلوه غذا خوب باشه. پیازچه هم توی این غذای عطر خیلی خوبی میده، ولی پیازچه اگه خواستید استفاده بکنید، حواستون باشه موقع سرو پیازچه رو اضافه کنید، چون پیازچه بمونه لیز میشه. اینم از گل محمدی. موادمون رو با هم مخلوط کردیم. حالا بریم دوغ و آروم آروم به موادمون اضافه کنید. همینی که دارید اضافه میکنید هم بزنید که موادتون یه دست خودشو باز کنه. غلیظتش دیگه دست خودتون، ولی یکم غلیظ ورش دارید که بتونید یخ توش اضافه بکنید. توی آب تو خیار یخو که آدم میبینه خیلی میچسبه. به 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 به، فقط رنگ رو ببینید. خب،
الان آبدو خیارمون آماده است، باید بذاریمش داخل یخچال حداقل 1 ساعت تا 2 ساعت داخل یخچال بشه تا تمام این طعما با همدیگه ترکیب بشن و به خورد همدیگه برن. بعد اون موقع واسه سرو آماده است. من برم بذارمش یخچال تا با سروش بیایم خدمت. 2 ساعت گذشت، آبدو خیار رو از یخچال درآوردیم. حالا میخوام بهش یخ اضافه کنم. نمکش هم حتما اندازه بکنید. مثلا آبدو خیاره و یخش. قشنگم همش بزنیم. فقط صداشو گوش کنید. خوب که خنک خنک شد، آماده است که سروش بکنیم. ولی تو ظرف نباید تیکه‌های یخ باشه تو ظرف سروتون. از نون خشک استفاده بکنید خیلی بهتره، ولی اگه تو دسترس نبود از نون لواش و نون تافتون هم میتونید استفاده کنید. من از نون خشک یزدی استفاده کردم. خب نونامونو خورد میکنیم رو کاسمون. باید خنک خنک سروش کنید. خب اینم از آبدو خیار ما. دلتون نخواد حتما درست بکنید و تا فصل گرماست لذتشو ببرید. ببینم چجوری شده. واقعا فوق العاده است. واقعا آشپزی ایرانی حرف واسه گفتن داره. امیدوارم که درست کنید و لذتشو ببرید. کانال ما رو سابسکرایب بکنید، واسه دوستانتون بفرستید، زنگولرم اگه بزنید از ویدئوهای جدید با خبر میشید. مرسی که تا آخر ویدئو رو نگاه کردید. یادتون نره که مثل همیشه دوستتون دارم. همیشه شاد زندگی کنید. خدا نگهدار.